پشت پرده فاجعه رفتن سوارز از بارسلونا. چرا کاتالان ها ستاره اوروگوئه را مفت از دست دادند؟ لوئیس سوارز مهاجم 34 ساله اوروگوئه در اتلتیکو مادرید درخشان بوده است. آقای گلی در لالیگا اصلا بد نیست. آن هم برای بازیکن آزادی که بارسلونا به صبرانه منتظر بود از شرش خلاص شود. لوئیس سوارز مهاجم 34 ساله اوروگوئه در اتلتیکو مادرید درخشان بوده است. آقای گلی در لالیگا اصلا بد نیست. آن هم برای بازیکن آزادی که بارسلونا به صبرانه منتظر بود از شرش خلاص شود. لیونل مسی ماجرای جدایی سوارز از بارسلونا را دیوانگی خواند، ولی حتی او هم نمیتواند تا این حد دیوانگی را تصور کند. یک روز جمعه در ماه سپتامبر لیونل مسی وارد رختکن زمین تمرین بارسلونا شد و ناگهان متوجه شد که اوضاع تا چه حد تغییر کرده است. پس از 6 سال دوست صمیمی اش دیگر آنجا نبود. مسی به سوارز پیغام فرستاد: این که تو را در پیراهن تیم دیگر ببینم خیلی عجیب خواهد بود. و دو روز بعد مسی فهمید که واقعاً نخستین بازی سوارز برای اتلتیکو چقدر عجیب و غریب بود. سوارز به عنوان بازیکن تعویضی در بازی اتلتیکو مادرید برابر گرانادا به زمین رفت و تنها 90 ثانیه بعد یک پاس گل داد. در پایان 90 دقیقه سوارز دو بار دیگر نیز دروازه حریف را باز کرده بود. ماجرای جدید آغاز شده بود. لوئیس سوارز در 17 بازی خود برای اتلتیکو مادرید 16 گل به ثمر رسانده، یعنی متوسط یک گل در هر 82 دقیقه بیش از هر کدام از بازیکنان اتلتیکو مادرید در فصل قبل، و همچنان در حال حاضر با 3 گل بیشتر از نزدیکترین رقیب آقای گل لالیگا است. او در 11 مسابقه گل زده و شخصا 12 امتیاز برای اتلتیکو مادرید به ارمغان آورده است، بیش از هر بازیکنی در اسپانیا. امتیازاتی که اتلتیکو را با 5 امتیاز اختلاف و 2 بازی کمتر صدرنشین لالیگا کرده است. هیچ بازیکن تازه واردی در این قرن چنین استارتی نداشته است. این اصلا آمار بدی نیست، مخصوصا برای بازیکن آزادی که بارسلونا برای خلاص شدن از شرش دست به جیب هم شد. دیاگو کاستا ستاره اتلتیکو پس از بازی برابر گرانادا گفت: نمیتوانم بفهمم بارسلونا چطور گذاشت او برود. و با گذشت هفته ها بارها و بارها این جمله را تکرار کردند. دیاگو فورلان گفت: بارسلونا اشتباه کرد. حتی اگر چیزی از فوتبال ندانید، این را میدانید که او هنوز توانایی گلزنی را دارد. آنوخل کوریا دیگر همتیمی جدید سوارز گفت: او یک مهاجم فوق‌العاده است. یک شانس نیمه نصفه به او بدی و توپ توی دروازه است. خیلی سخت است که بفهمیم بارسلونا چطور گذاشت که یک شماره 9 مثل او از دستش برود. یان اوبلاک نیز گفت: من از اینکه بارسلونا گذاشت که او از آن تیم برود خیلی سورپرایز شدم و وقتی گذاشتند که به اتلتیکو بیاید هم بیشتر تعجب کردم. اینها تنها عکس العمل ها به ماجرای بارسلونا و سوارز نبود. مسی در این باره گفت: تو لیاقتش را داشتی که به عنوان یکی از مهمترین بازیکنان تاریخ این باشگاه از بارسا جدا شوی، نه که بالاگت بیرونت کند مثل کاری که کردن. سوارز میگوید که هر بازیکنی باید آماده پذیرش این موضوع باشد که زمانش به سر رسیده، اما جدایی او از بارسا موجب ناراحتی و عصبانیتش شده است و احساس کرده که تمام زحمتهایش به سرعت فراموش شده و رفتار بارسا با خودش را تحقیرآمیز خواند. دیاگو آسپاس مهاجم سلتاویگو در این باره گفت: زمان به سر رسیده بود. بارسا زیر بار پرداخت دستمزدها خفه می شود. اما منافع مالی که از فروش سوارز عاید بارسا شد به شدت ناچیز بود. بارسلونا از نظر مالی نفعی نبرد و از نظر فوتبالی هم یک فاجعه را رقم زد. نه فقط به این دلیل که سوارز از بلاگرانا جدا شد، بلکه بیشتر به این دلیل که پس از بارسا به کدام تیم رفت. لیونل مسی در این رابطه گفت: کاری که آنها کردن به نظر من دیوانگی بود. او به عنوان بازیکن آزاد رفت و به تیمی رفت که برای اهداف مشابه به اهداف ما رقابت میکند. رفتن سوارز به اتلتیکو تصمیم بارسا نبود، اما میتواند به قیمت از دست رفتن عنوان قهرمانی لالیگا برای آنها تمام شود. او بیش از آن توان گریزمان، آنسو فاتی، عثمان دیمبله، مارتین برایویت و فرانسیسکو ترنکاو روی هم گل زده و درخشش سوارز در اتلتیکو موجب شد تا این تیم با 8 امتیاز بیشتر از بارسا و یک بازی کمتر صدرنشین لالیگا باشد.
در سال 2013 داوید ویا به عنوان بازیکن آزاد از بارسلونا و اتلتیکو مادرید رفت و بلافاصله به همراه این تیم قهرمان شد، آن هم در کمپ نو و در برابر بارسلونا. تابستان گذشته پس از مواجهه با بحران اقتصادی تیم پابسین گذاشته و فشارهای سیاسی، پس از شکست 8-2 برابر بایر مونیخ، بارسلونا احساس کرد که وقتی مناسبی برای خلاص شدن از شر سومین گلزن برتر تاریخ این باشگاه و دومین بازیکن با بالاترین دستمزد در جمع بازیکنان بلوگرانا است. سوارز با مصدومیت زانو دست به گریبان بود، کنتر شده بود و اندکی افت کرده بود. فصل گذشته او در 36 بازی تنها 21 گل به ثمر رسانده. آنها میخواستند تا او را از مسی دور کنند. سوارز کار نبود و زمزمه ها را میشنید و حتی در مصاحبه هایش از باشگاه خواست تا در مورد برنامه هایی که برای آینده دارند با او مستقیما صحبت کند. در نهایت در یک مکالمه تلفنی خیلی سریع و کوتاه به سوارز گفته شد که باید کمپ نو را ترک کند. در مکالمه یک دقیقه به سوارز گفتند که باید از بارسلونا برود. پشیمانی از این تصمیم اما خیلی بیشتر طول کشید. این تصمیمی بود که باشگاه گرفت و سرمربی جدید بارسا رونالد کومان گفت که او آدم بدیدستانی نیست، اما این کومان بود که به سوارز گفت باید برود. او بود که نقش جلاد را بازی کرد. کومان بود که به دنبال شیوه جدید از بازی در بارسا بود و بازیکنان جوانتر و پر انرژی تر را میخواست. سوارز از کسی توضیحی نخواست و هیچ کس هم به خود این زحمت را نداد. سوارز تصمیم بارسا را پذیرفت به این شرط که حالا قرار است برود، با شرایط خودش برود به عنوان یک بازیکن آزاد. سوارز حتی با رئیس باشگاه بارتومئو هم صحبت نکرد. به او گفته شد که لازم نیست در تمرینات شرکت کند، اما او به هر حال در تمرینات حاضر می شود. هیچ چیز پیش او را نمی گرفت که بگوید خب من می مانم و شما پولم را می دهید، و غیر ممکن هم نبود که در نهایت بازی کند. کومان حتی یک بار علنن به همین نکته اشاره کرد. با این حال بارسلونا واضح بود. وقتی رفتن فرا رسیده و سوارز احساس کرد که بابت هر اشتباهی که رخ دهد او را سرزنش خواهد کرد. البته غرور هم اندکی او را هل داد. بنابراین وکلای وی و بارسلونا مشغول مذاکره شدند. باشگاه های مثل یوونتوس با بارسا برای به خدمت گرفتن سوارز وارد صحبت شدند. دیگو سیمونه سرمربی اتلتیکو مادرید از دیرباز از طرفداران سوارز بود و او را بهترین شماره 9 که هر تیمی میتواند داشته باشد نامیده بود. سوارز دوست نداشت از اسپانیا برود و با سیمونه هم تفاهم خوبی داشت. بارسا لیستی از باشگاه هایی که سوارز حق نداشت به آنها برود را منتشر کرد و اتلتیکو یکی از آنها نبود. وقتی خبرنگار به بارتومئو این موضوع را گوش زد کرد، رئیس بارسا سعی کرد که دبه کند، اما در نهایت به نظر می آمد که برای بارسلونا احتمال ماندن سوارز بدتر از پیوستن او به اتلتیکو مادرید. توافق حاصل شد که به بارسا اجازه میداد و جای خود را حفظ کند و اتلتیکو نیز میتوانست مهاجمی که میخواست را به دست بیاورد. سوارز قرارداد خود را با بارسا فسخ کرد و به عنوان بازیکن آزاد به اتلتیکو پیوست. اتلتیکو هیچ پولی به بارسا پرداخت نکرد، اما با پرداخت پاداش هایی که بر مبنای عمل کرد در پایان هر فصل موافقت کرد، مبلغی که می تواند به 6 میلیون یورو برسد. خبری خوب این که سوارز اینقدر عالی بازی می کند که احتمالاً اتلتیکو مجبور به پرداخت این مبالغ است. سوارز گفت خوشحالم که اینجا احساس می کنم با ارزشم. مردم فکر می کردند که بازی کردن در بارسلونا و زدن 20 گل آسان است. نه، آسان نیست. خیلی خوب بود که توانستم نشان دهم چه شایستگی در کاری که انجام داده بودم وجود داشت. اینکه من میتوانم در جمع بهترین ها بازی کنم، نه فقط به خاطر این که در بارسلونا در کنار بهترین بازیکن جهان بازی میکردم. سپاس از اینکه تا انتها با ما همراه بودید. تا یک ویدیو دیگر، خدا نگهدار.